سلام دوستان، امروز میخواییم با هم باقلوا درست کنیم. همونطور که میدونید یه راه ساده برای درست کردن باقلوا استفاده از خمیر آماده فیلو یا یوفکا هستش که میتونید در قسمت فریزری فروشگاه ها پیداش بکنید. ولی من اینجا برای کسایی که شاید به این خمیر دسترسی نداشته باشن یا اینکه دوست داشته باشن خودشون خمیر باقلوا رو در منزل تهیه بکنن، این خمیر رو هم آموزش میدم و درست کردن باقلوا رو به هر دو روش توی این ویدیو خواهیم داشت. برای درست کردن خمیر همه مواد مایع رو به اضافه 2 تا زرده تخم مرغ داخل یک ظرف مخلوط می‌کنیم. روغن مایع، سرکه، ماست و شیر. من یک پیمانه از آرد و پکینگ پودر رو داخل مواد علک میکنیم و کم کم آرد اضافه میکنیم تا جایی که خمیر به دست نچسبه. تا اینکه یک خمیر لطیف به دست بیاریم. خیلی احتیاج به ورز دادن نداره. بعد که خمیر تقریبا به حالتی در اومد که به دست نمیچسبید، داخل ظرف یه مقدار آرد میپاشیم، ظرف میذاریم، روش رو میپوشونیم و میذاریم تقریبا حدود 1 ساعت استراحت بکنه. توی این فاصله شربت روی باقلوا رو درست میکنیم، شکر و آب رو داخل یک قابلمه میریزیم و روی حرارت میذاریم تا به جوش بیاد. بعد از اینکه آب و شکر به جوش اومد، آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم و زیرش رو کم میکنیم و میذاریم حدود تقریبا 20 دقیقه بجوشه. بعد از 20 دقیقه گلاب و زعفران رو اضافه میکنیم و زیرش رو خاموش میکنیم. برای مواد میانی پودر بادام و پودر قند یا آیسینگ شوگر یا پودر شکر رو با هم مخلوط میکنیم. بعد پودر هل رو هم به این مواد اضافه میکنیم. بعد از 1 ساعت استراحت خمیر رو به تیکه های کوچیکی تقسیم میکنیم و هر کدوم رو به شکل گلوله در میاریم. بعد روی گلوله هایی رو که درست کردیم میپوشونیم و میذاریم حدود 10 دقیقه استراحت کنه. زیر و روی خمیر رو کاملا آرد میپاشیم و شروع میکنیم به باز کردن خمیر. داخل ظرف رو با کره چرب میکنیم. برای راحت تر برش زدن خمیر، قالب رو روی خمیر میذاریم و دور تا دورش رو با یک کاتر یا چاقو برش میدیم. اگر که خمیر رو تونستید کاملا نازک در بیارین، میتونید برای زیر باقلوا از 3 تا 4 تا لایه استفاده بکنید، ولی اگر خیلی نازک نشد 2 تا لایه کافی هست برای زیرش. مخلوط پودر بادوم و پودر شکر یا پودر قند و هل رو اضافه میکنید. بعد با پشت قاشق یا با دست یه مقدار فشار میدیم. داخل یک اسپری یک مقدار کم آب و گلاب رو مخلوط میکنیم و روی بادام اسپری میکنیم. اینجا من برای لایه روی بادام یک مقدار پسته رو به صورت پودر درآوردم و استفاده میکنم. این قسمت
دل بخواهی هست. اگر که دوست نداشتین میتونید استفاده نکنید. لایه های روی رو هم مثل لایه های زیری کاملا باز میکنیم و روی بادوم و پسته‌ای که ریختیم میذاریم. برای روی خمیر من از 2 لایه استفاده کردم و برای زیر از 3 لایه. بعد از اینکه لایه ها رو کامل کردیم شروع میکنیم به بریدن باقلوا با یک چاقوی خیلی تیز. فقط باید دقت بکنید که لایه آخر رو نمیخوایم الان ببریم. شکل باقلوا به حالت لوزی لوزی هست، ولی اگر که در آوردن این حالت براتون سخته میتونید به حالت مربعی در بیارید و به همین حالت برش بزنید. بعد روی لایه روی رو باز هم کره میزنیم. بعد میذاریم داخل فر 350 درجه فارنهایت که از قبل گرم کردیم به مدت 20 دقیقه. بعد بالای فر رو روشن میکنیم و 10 دقیقه دیگه میذاریم داخل فر بمونه. از داخل فر در آوردیم میذاریم تا از داغی یکم بیفته. بعد شربت سرد رو روش میدیم. شربت رو باید توی 2 مرحله اضافه بکنیم. مرحله اول که اضافه کردیم برش هایی که قبلا زده بودیم رو عمیق‌تر بکنیم. بعد روش رو میپوشونیم و میذاریم حدود 2 تا 3 ساعت بمونه. بعد 2 ساعت یه مقدار دیگه شیره روش می‌ریزیم. بهتره که 2 ساعت دیگه بهش استراحت بدین و بعد داخل ظرف بذارید. برای درست کردن باقلوا با خمیر فیلو یا یوفگا بهتره که از 1 شب قبل از اگر که توی فریزر نگه داشتین از فریزر در بیارین، داخل یخچال بذارین و بعد از یخچال خارج بکنین تا همدمای محیط بشه. بعد از اینکه باز میکنین حتما باید روش رو با 1 مشما بپوشونین و همچنین با 1 دستمال مرطوب، چون خیلی سریع خشک میشه و کار کردن باهاش سخت خواهد بود. کف ظرف رو مثل روش اول که داشتیم باید با کره چرب بکنیم. بعد 1 لایه از خمیر میندازیم. روی خمیر رو با کره چرب میکنیم. الان من تقریبا 20 لایه برای لایه های زیری از خمیر گذاشتم. میتونید کمتر استفاده بکنید، ولی بهتره که از 10 لایه کمتر نشه و از 25 لایه هم بیشتر لازم نیست. بعد از اینکه همه لایه ها رو گذاشتیم، مخلوط پودر بادومی که قبلا آماده کردیم رو روی خمیر میریزیم. بعد مثل سری قبل یه مقدار آب و گلاب روش اسپری میکنیم. و اگر که خواستین 1 لایه پودر پسته.
پس شروع میکنیم به گذاشتن لایه‌های روی. لایه‌های رویی رو هم که آماده کردیم شروع می‌کنیم به برش زدن. احتیاج نیست تا انتها برش بزنیم، فقط هم که لایه‌های رویی برش بخوره کافی هست. برای لایه‌های رویی من از 11 لایه استفاده کردم. قبل از اینکه بذاریم داخل فرم، مجدد روی لایه ها کره میزنیم. بعد میذاریم داخل فر 350 درجه که از قبل گرم کردیم تقریبا به مدت 45 دقیقه. روش رو نگاه میکنیم، اگر که طلایی رنگ نشده بود یه مقدار بیشتر میذاریم داخل فر بمونه، یا اینکه شعله بالایی فر رو روشن میکنیم تا رنگش کاملا طلایی بشه. باقلوا رو که از فر در آوردیم شربت سرد رو با قاشق روش میدیم. روی ظرف باقلوا رو میپوشونیم و میذاریم 2 ساعت بمونه. بعد از 2 ساعت برش هایی که قبلا زده بودیم رو عمیق‌تر میکنیم که لایه های زیری هم برش بخورن. بعد مجدد یکم از شیره با قاشق روش میدیم. اون تا هنوز آماده برای سرو نیستش، بهتره که حداقل 6 ساعت بذاریم تا بمونه و بعد سرو میکنیم. خب دوستان، باقلوا هم آماده شد. دوتای اولی که اینجا میبینید از باقلوایی هست که خمیرش رو خودمون درست کردیم. من توی این باقلوا پودر هل رو خیلی بیشتر ریختم و طعمش خیلی نزدیک هست به باقلوای یزدی. ستای اینور باقلوایی هستش که با خمیر فیلو درست کردیم. معمولا با خمیر فیلو بیشتر باقلوای ترکی رو درست میکنن، منتها مقدار بادومی که میریزن کمتر از این حدی هست که ما ریختیم و احتیاج نداره که پرس بشه زیاد. این باقلوا هم بیشتر شبیه میشه به باقلواهای ایران تا باقلواهای ترکی. امیدوارم که درست بکنید و لذت ببرید.